مسئولان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان نشست را برای ارائه کارکردها و دستاوردهای این بنیاد در کابل برگزار کردند. رئیس این بنیاد میگوید در صورت بازگشایی درب مکاتب برای دختران، بنیاد معارف ترکیه آماده است عرضه خدمات آموزشی را برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم کند. او همچنان میگوید صحبت‌های با مقامات دولت سرپرست افغانستان در راستای چگونگی باز شدن درب مکاتب دختران صورت گرفته است و تلاش‌هایشان در این رابطه ادامه دارد. بله، ما همراه مقامات صحبت کردیم و ملاقات‌های ما ادامه دارد و این موضوع که رسمی شود باز اعلام می‌کنیم. ما می‌خواهیم که مکاتب دخترانه باز شود و ما هم صحبت می‌کنیم و منتظر پاسخشان هستیم و تعمیرهای ما برای مکاتب دخترانه آماده است. آقای تکور در نشست رأی کارکردهای این بنیاد در افغانستان همچنان می‌افزاید دانش آموزان فارغ شده از مکاتب افغان ترک می‌توانند بورسیه پوهنتون‌های ترکیه را به گونه‌ای رایگان به دست آورند. به گفته او روند ثبت نام عقض امتحان دانش آموزان جدید برای مکاتب افغان ترک در افغانستان نیز آغاز شده است. همزمان با این دانش آموزان لیسه افغان ترک از نصاب تعلیمی این مکتب خرسندند و بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی دولت سرپرست تاکید می‌ورزند. در افغانستان بسیار یعنی سر تعلیم بسیار یک ذره فوکس دیگام زیاد شوه، فوکس کم است. با خواهرای عزیز ما باید تعلیم ها خلاص شوه، یعنی دروازه مکاتب و پانتونها برش خلاص شوه، بخاطر که در افغانستان نیاز دکترهای نسایی ولادی و قابله از حد بیشتر است. در ولایت ها، در هر ولایت ما مثالش را داده میتونیم که بسیار زیاد است و دروازه های مکاتب باید بر ازیا خلاص شوه. در وان تور درس و ډیر صحیح درس ته چې څلوخ ملت سات وی لاس ملت ته پری وی بیا ان بعد مونږ دلته د مکتب په بخچه کې ګرځو چې ذهن ما آرام شي، هغه ما آرام شي. درسونه ډیر ښه دي، ډیر ښه استادان لري، لایک لایک استادان لري، شاګردان ډیر تکړه، ډیر سویال ساده مکتب. بنیاد معارف ترکیه در حال حاضر 45 باب مکتب، 7 مرکز آموزشی خدمات تعلیم و تربیه و 7000 دانش آموز در 8 ولایت افغانستان دارد که رئیس این بنیاد آن را پل دوستی میان کابل انقره عنوان می کند.